به نام خدا و سلام به شما به برنامه محور امشب با من بهرام امان خوش آمدید. طالبان امروز اعلام کردند که ولایت پنجشیر را به گونه کامل در ادارهشان درآوردند. سخنگوی طالبان میگوید که نیروهای طالبان در پنجشیر حضور فعال دارند و به این ترتیب جنگ در کشور پایان یافته. اما احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت میگوید که نیروهای آنان در دره پنجشیر و اندراب حضور دارند و به مبارزهشان در برابر طالبان ادامه میدهند. در همین حال تهران میگوید که موضوع پنجشیر رای حل سیاسی دارد و باید از طریق گفتگو حل شود. پس از نزدیک به یک هفته نبرد سخت و نفسگیر میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت، بامداد امروز دوشنبه طالبان با پخش این ویدیوها اعلام کردند که پنجشیر را به گونه کامل تصرف کرده و پرچمشان را نیز در مقر مقام این ولایت برافراشتند. در پنجشیر ولایت مقام مخیتم گولاړو افغانستان د اسلامي امارت زواکونه قطاعات الحمدلله ټول سخنگوی طالبان ساعت پس از تصرف پنجشیر در یک نشست خبری گفت که جنگ به پایان رسید و نیروهای طالبان پنجشیر را در ادارهشان درآوردند. ولایت پنجشیر که لانه آخرین دشمن فراری بود، امروز و شب گذشته الحمدلله کاملا تصفیه گردید و تمام نیروهای امارت اسلامی افغانستان در آنجا حضور فعال دارند. اما احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت در پیام صوتی میگوید که نیروهای مقاومت در دره پنجشیر و اندراب حضور دارند و بر مبارزهشان در برابر نیروهای طالبان ادامه میدهند. هموطنان ما در هر گوشه ای که هستین، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان میتیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم. وزارت خارجه ایران در حالی که تاکید میکند که موضوع پنجشیر راه حل سیاسی دارد، میگوید که مداخله کشور بیرونی در جنگ پنجشیر را بررسی میکند. حملات دیشب به اشد وجه محکومه. ما شهادت رهبران افغانستانی مایه تأسف و تأثر عمیقه. من دخالت خارجی که شما اشاره کردید باید حتما بررسی بشه، ما در دست بررسی داریم. اما طالبان دخیل بودن کشورهای بیرونی در جنگ پنجشیر را رد میکنند. امارات اسلامی نیروی کافی برای حل مسئله پنجشیر داشت و در این راستا نیازی به کمک های خارجی نداشت. در حالی که احمد مسعود میگوید که طالبان به جای مذاکره جنگ را انتخاب کردند و با فیصله علمای دینی تن ندادند، اما طالبان میگن که نیروهای جبهه مقاومت فرصت گفتگو را از دست دادند و آنان مجبور شدند که پنجشیر را از راه نظامی به ادارهشان درآورند. آقای عزیز معارج، آقای مسائل سیاسی از لندن، برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای معارج، بسیار به برنامه خوش آمدید. چطور میبینین به موضوع پنجشیر؟ تشکر زه تاسو ته تاسو قدرمنو لیدونکو ته او تخنیکي همکاران ته زه کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا که اول وه که آخر وه، حتماً دې ته ټول ملت دې ته سترګې په لار وه چې طالبانو تقریبا 290 د افغانستان خاوره ته خپلې ولکې نه راوستلې وه. دا سیمه به خامخا تصفیه کېږي. بهتره دا وه چې په اول کې وړاندیزونه ورته وسپاره چې مثلا دا مسله دا ستونزه د خبرو اترو لار نه، د جرګې او د مرکو لار نه حل سي، نه به افغانانو خپل منځ جګړه وه، نه به پنجشیر کې څوک مړه کېږي او نه به طالب څوک مړه کېږي. خو په ډېره خواشنۍ سره دا مسله یا دا غوټه په لاس یا په خبرو باندې حل نه شوله. بالاخره نظامي یا پوځي علاقه لاړله او په پوځي حالت باندې دا حل شوله. او دا کار باید څه وی، ځکه نو افغانستان چې یو حکومت یو اداره یا نظم راځي، باید د ټولو مشترکه او د ټولو په خوښه او د ملت او یو حاکمیت یو مسله پکې، دا به خامخا یو مسؤلیت به معلوم وي. او داسې بیا په کور دننه کورګي جوړېږي او مثلا مخالفتونه بیا روانېږي او بیا مقاومتو په نوم باندې او د جبې په نوم باندې دا بیا نو لمنه ځي خبره د کورنۍ جګړو ته، قومي مسایلو ته، نور نور په دې کې لاس لري. تاسو ګورئ د پنجشیر په مسله کې درته نه نوم چاودل کېږي د مسعود د زوی احمد مسعود او په زمن کې د صالح محمد د امرالله صالح وبخره عمرم قانوني څخه په دې اکلس خبر نه کوي، اتا نور په دې اکلس خبر نه کوي، زیا مسعود یا ولی مسعود په دې اکلس خبره نه کوي. همداسې نور قمانداران ډاکټر صاحب عبدالله مثلا یا قمندان الماس نور نور کسان چې د جمعیت وتلي او رهبري غړي وه او خپله اکثره د پنجشیر دي مردوی په دې کې غږ نه کوي.
حتی د فهیم زمن هم په دې کې غږ نه پورته کوي. نو خامخا دا یو مسله وه چې یو څو نفرو راپورته کړی وه. دلته موږ لیدلی چې د فرانسې نه مثلا بعضې کسان هغه یهودان راتلل کته پورته ګرځله. نو خامخا چی مسئله بوده میتونه آقای مورج؟ فکر میکنین چی بس در میان است که اینا مقاومت میکنن؟ خب خودشان میگن که ما خواستار ایجاد یک حکومت هم شمول هستیم. گوره دلتا خواه مشمول حکومت حقوقی و سیاسی و اخلاقی تعریف دیگه داده سی حکومت در سنه چله هر دل تپل یا سمبولی کس را والا. اما شمول مانا اصلی مانا داده چه طول و گلو تا طول خلکو تا دی عدالت پرانا که حق و حقوق ورکړه چې هغه خدماتو ته اوسي. داسې په افغانستان کې دا تعبیر لري چې لار قوم تباره څوک راسي دا بیا ضرور نه ده چې هغه کسانو چې تاریخ په افغانستان کې تېر کړی ده د لویو غمیزو د مشکلاتو مشکل صدا خلکو نه مشکل کشا غصب یې کړی غلا یې کړی چور یې کړی ده په قد و کتار کې لاس لري او مثلا په خلک پتنګ دي آیا هغه بیا د قوم د ټیکهدار په نوم باندې راوستل سي که واقعي خلک ژمن کسان متحد کسان مسکی کسان او اساسی او دا کسان بیا د سم نه چې یو مشترک پرمند یو شای دیزاین ک په ملت تعمیل ک ملت نه بد رای واخزسی د ملت رای مشروعیت لري قانون مشروعیت لري بیا په دې اخر بد واسی دغه د پنجشیر مسله څه ودی خاصه وتل چې لکه په خوا په شان غو دی ځان ته یو درو څه خواسته درودلې مترک کسان بیا راسی صدا منه مدانه منه ماته معاونیت راکو در کجا آقای مارج فکر میکنین در کجا بحث خواست های شخصی مطرح شده؟ دیو ویلی چه مثلا من در باید سام را کرسی واضح مثلا به مدبات که ویلی چه من در پنشی خواهد سام را کرسی سام جمعیت باید معلوم سه دیو مثلا و بلا مثلا در پرده شاید سیاسی و عباد دلو دلو دلتا من گولی لیچه مثلا فرانسی نه کسان دوستی و اکشن مدبات و تلی و دلتا که دیس و نور دلی تپل را غلی مثال مثلا دایشان غلی وی پر د انصار الله د تاجکستان راغلی وای نوزت ازبک راغلی وای قلقاده را ټول صحیح وای فاطمه د زینبون یا نور ډله تپله پاکستان و ایران هم سیګان راغلی و ګاونډیان خو غواړي چې مسئله ته یو شر جوړ کړي خپل امریکا مسائل فکر نمیکنین آقای مارش از راه گفتگو ممکن بود که حل شوه؟ فکر میکنین چرا یک بار از مرحله گفتگو بیرون شدیم به مرحله جنگ و نظامی؟ زه ګمان نکوم چې په خبرو کې دا مسئله سوی دلته خواسته ګډوډي ځکه ما ولیدل وام لیدل چې قماندان الماس او ازدیار جرګې په نوم باندې او طالبان چاریکار ته ورغلي وو دوی کته پورته ورغلل قماندان کېدای سي دلته به خواستې یا ډېرې زیاتې وې یا دا داسې بهرنیانو لاس پکې وو جوړ آمد و جوړ جاړی به نه کوو که نهیي مسله خو حل و راځه حکومت بیا غرم مشارکت حکومت جوړوم راسه سام اخلي او چوکۍ د چوکۍ دې وایخله په ډېره بریده پورې زه فکر کومه چې دا د احمد مسعود له خوا نه دا مسایل نه دي منل سوي که نهیي خو حکومت د بېله غنه جوړېږي طالبان وایي چې موږ حکومت خلکو سره تقسیموو زه نه طالب نه نه نماینده نه دفاع تر کوم خو چې څه په مطبوعاتو کې ویلي دا خبره یې وکړله چې موږ مثلا حکومت ټول اقوامو ته ټول خلکو ته ورکوو دا بیا ضرور نه چې حتما باید دوستم دلته راسي حتما اتالینو به دلته راسي حتما باید سیاف دلته راسي حتما فلانی به دلته راسي دلته اقوامو کې نور کسان دي پاک کسان دي مسکي کسان دي ژمن کسان دي دوی به نور اولادې سي هیواته داسې تر اخره پورې د څو کسان به د ټکهدار د قوم په نوم باندې امتیاز واخلي او ملت تباه. البته جبه مقاومت آقای مارج شما هم شاید بار شنیده باشین میگن ما خواستار ای هستیم که حق به حقدار برسه و آزادی های مردم حفظ باشه به می خاطر مقاومت میکنن. دی چی شهزادی دی غوای زنه پیگم در تو چنگه وای دفت کلا شوار را که چی دی پاکستان پا زد بادی مگه که خم دوست دی جمعه طول غری دی از بواده طول غری هم دوست پاکستان که ناست هم دوست قانونی صاحب و مزیامسو صاحب و خلیلی صاحب و در طول پاکستان که دقیقا هن فایز حمید سره غلی او یا قریشي سره ګرکته پورته ګرځه د همدوی لپاره ګرځېده دوی خو هم د داود خان په وخت کې نه پاکستان راغلل د وسلې واخیستلې دلته یې هغه وکړله مثلا چی باید میکردن طرفا آقای مارش که به این مرحله نمیرسیدیم طرفا چقدر باید از خود گذری میداشتن باید دا کار کړی سل په سل کړی وای هر څوک چې مړ کېږي افغان مړ کېږي له دې نه وروسته هم چې څوک مړ کېږي افغان مړ کېږي هیڅوک ګټه نه کوي ګټه بهرنیان کوي افغانان تباه کوي قرباني ورکوي که دا مسایل پراخ سي که چین دلته مداخله وکړي څه که امریکا غواړي روسیه دلته مداخله وکړي ایران یې وکړي پاکستان یې وکړي هر څوک یې وکړي موږ به قرباني یو او جګړه به د نورو په ګټه مندي موږ به هېڅ وخت واده ته رانهسو که یو ملک ورانېږي که یو سیمه ورانېږي یوازې که اور بلېږي دا د ټولو په تاوان ده پرېږده چې نور نو افغانستان په سیمه کې په دنیا کې سیال هېواد پاتې سي لکه نورو غوندې پرېږده چې تجارت وکړو نور پرېږده جګړو په جنګ نور موږ هم سیاست وکړو لبلب سعودي ولا
نور هوادون له ایران او پاکستان مو څه خبر لرو څه هغه چوغی تر اتم او سازمانه پولري په افغانستان کې او پارت او شانسه تر څو وخت پورې د قوم په نوم استعمال شو خپل به مزي کې چرچی به کاری او زیو په خارج کې به درسونه وای ځوان به کې سرګي په عبدالله منزل نو کور نه ودانګ ودانې بلري او غریب خو به استعمالي په نوم دیو په کومه بخښه نو قیام او کې او دا او کې خپل تاسو معلوم نه ده خلکو ته وای اجیک سي خپل بچان چیرته دي د مقامت خبره کې پاکستان په شوره کې خالد نور په پاکستان کې ناشته مثال ټول هم دغه سیو حالت لري نو بنان ملت هم اوس هوښیار شوی خلک هم هوښیار شوي دي نوې ټکنالوژي نوې حالت ښه کړي ګوره طالبانو په خواص کې څومره تغییر راغلی ده همدغسې مختصیات د ټولنې د نړۍ په دوی باندې فشار وردی چې دوی نور هم تغییرات راولي یو وخت کې تلویزیون سره مخالفت کوي خپل تلویزیون ته ناست دي موبایل سره مخالفت کوي خپل موبایل ته ناست دي اوس مثلا په چا غرض نه کوي همدغسې په دولت دولتي کې پرېږدو چې وایي څه کوي څه رقم دولت جوړوي په کوم ډول یې جوړوي څوک پکې راځي مشروعیت له څه شی اخلي بال هغه بیا موږ قضاوت وکړو بیا موږ به وګورو که چېرې د ملت په خوښه نه وو په بل ډول درلوده بیا به کامره وکړو اوس خو له تر اوسه معلوم نه ده خبر هغه وایي چې ما ته وخت راکوي چې زه حکومت اعلان کړم چې هر حکومت مې اعلان کړي بیا تاسو وایه که تاسو ځان پکې ونه لیده هغه د دنیا شرطو ته هم کړي شرطونه دنیا ورسره دي دغه اوس تقریبا څو مخکې د روسیې وزیر خارجه وویل که چېرې زمون شرطونه ومني مثلا هر قوم په دې کې د ښځو مثلا د بشر حقوقې زه راځم په دې په معرفي خو فکر نمی کنین که اگر بعدا اقدام می شد مثلا احیانا اگر حق در نظر گرفته نمی شد اقدام کردن فکر نمی کنین وقتش دیر می بود؟ نه نه بیا په هغه وخت کې نه که د سیاسي مخالفی بیا هغه ته مخالف ته څنګه چای ورکول که هغه باید خپل راغلی وای حکومت جوړ کړی وای په حکومت په هاشتي کې ټول په میز باندې کینی جوړیې داسې نه کېږي چې زه له لر نه ناسم ګواښ درته کومه اختار در کومه بیا دا کار وکړه دا منم دا نه منم راسه په میز باندې کینه خپله یې جوړ کړه ته هم افغان یې که په پنجشیر کې ده که په هلمند کې ده که په شبرغان کې ده چې ټول افغانان دي باید کینه سره حکومت جوړ شي بدون شک بهترین راه گفتگو بوده میتونه فکر میکنین حالا با کی نیاز است با چه نوع یک میانجی نیاز است دو طرف را وادار به گفتگو بسازد دو طرف را تشویق به گفتگو بکنه و دو طرف حاضر به گفتگو شوند نه اوز خبر تلری دی اوز به اوز واقع امکانات مثلا دی سراو یا مثلا آقا باید نو سوی یا جگره باید نو سوی دیر کسالو مرد سوی دیر لیکوالان آتم رسوله مثلا آقا فیمی داشتی و توی که سوگ دیر لیکوال و خلق دیخوا طالبان تو تلفات و را دیتم تلفات و را بلاخره پنجشیر د نظامی د پوځي لحاظ طالبانو ولی و موږ ولی د ویدوګانې ولی دلی خب البته همین موضوع را میخواستم اشاره بکنم اتفاقا طالبان میگن که پنجشیر به گونه کامل تصرف کردن ولی احمد مسعود میگه که در اندراب و دره پنجشیر هستند و به مبارزه ادامه میتن فکر میکنین آخر راه همی جنگ تا کجا خواد بود به کجا خواد کشید همین موضوع نه نه بیا دا خو نو د انسان هغه قلم نه مني چې یو وخت که تاسو ټول ورتو وایه مثلا وزیر دفاع بسم الله خان هر څوک طالب راغی که افغانستان کابل ونیوه بیا نو لاړی پنجشیر ته پنجشیر کې چې اوس په ولایت او سطحه پورې ونیوه یا مچا مسعود قبر سره دوی فیدو ډکه کړې ویرې چې موږ محافظت ته راغلي وو نو ټول جنونه بیا وړکي چې کې کېناستل او بیا له دجې ګواښ کول دا معنا دا چې څو غریب غرور نه بېچاره چې پاتې دي هغه هم ته پیواز دی اوس خبره ختمه ده اوس دغه داسې دې نه هیله کوو چې د فرمان د عفن استفاده وکړي راسي بس حکومت سره کښېني یو هغه دې واخلي مثلا سهم دې پکې ادا کړي خدمت دې ادا کړي دا خو داسې نه کېږي چې مثلا اوس په نظامي ډګر کې هم بایلله او بیا هم چیغې وم له کوم ځای چیغې راسه ویدو که واضح معلوم کړو ورته فلاني چې ناستې رډیس پورې هغه خبره خو هر جین هر څوک کولی سیاسي خو ملا ایبت الله هم هغه خبرې کوي امیر المؤمنین خلک شک کوي چې دا بس بندی که به نه وي که هم مثلا بل جین خبرې کوي دا خو معلوم نه ته په تاجکستان کې ناستې ته په ایران کې ناستې که ته رښتیا په کوم غره کې ناستې دا خو بیا دکې داسې اوس د سیمې ونیولې نور نه بېرته جنګ ته شدت ورکول دا نو دا معنا نه لري چې ته پلان په حالت کې څه پشه کسولې اوس بیا اختار ورکوي هرچند شما په مارجی موضوع را ختم شده میدانین ولی فکر میکنین که اگر اختلافات چونینی ادامت پیدا بکنه چقدر پای کشورهای مختلف را منطقه و جهان را به خاطر دست اندازی در امور افغانستان دراز می سازد من به رازی بیا بنا بدلی او خلک ته وایي چې راځي داسې یو کس یو که قیام وکړي او پاکستان راغلی فلان راغلی ده خو ټولې خبرې معلومې دي ملت په دې باندې پوهېږي بهتره دا ده چې موږ ځان ته متوجه شو تاسو ګورئ په افغانستان کې ډېر شتمن شیان دي موږ په سیمه کې د اوبو لحاظه خودکفا یو او برعکس نور هېوادونه موږ ته ضرورت لري دغه لیتیم اورانیم د موږ تیتانیم و دا شیان هم دا دنیا کې څه هغه برقي موټر جوړېږي او مثلا
تحت البحری کشته دی دغه مصر خپل کله او صرف دا شانت ورانم چې دی کرومات چې دی دا د سعودي او د نور تین ډیر ارزښت لري په دنیا کې کومګه سم مدیریت کوي سو کینو افغانستان واقعا په ټول سیمو کې په ډیر خود کې فاصله په زراعت کې پارس کې موږ په دنیا کې بس یو نری مخته ضرورت اوس یو غره څو د مخ امریکایانو وته نن چې دلته د چین او د ګاونډي هیوادونه روسیا داسمه کوي چې موږ افغانستان طالبان پر رسمي شوه پرزنتاو دا هغه د بیا د امریکا وزیر خارجه راغله قطر ته چې سره غره ده خو هغه مخته کې چې ورته نو قصار نه سي تشکر آقای عزیز معارج آقای مسائل سیاسی از لندن و دوستا آقای ولی فروزان آقای مسائل سیاسی از کانادا با ما وصل هستند تا بیشتر روی همین موضوع بس بکنیم آقای فروزان را بسیار به برنامه خوش آمدید میگم آقای فروزان دید شما در پیوند به مسئله پنجشیر چطور است؟ خب سلام به شما سلام به آقای معارج و بینندگان گرامی تلویزیون تلو نیوز دیده ما قسمی هست که مردم پنجشیر خب اول خب باید با مردم پنجشیر مذاکره میشد به شکل درستش به خاطر از اینکه مردم خود ما از فرزندای امی کشور هستند از یک مملکت هستیم مسلمانای خود ما هستند مردم مجاهد قهرمانیایی که اینا در سابقه داشتن باید به او احترام گذاشته میشد برای از اونا باید در حریمشان باید تعرض صورت نمی گرفت تا اینکه مذاکرات باید اونا در منطقه خود بودن بالای کس حمله نکرده بودن باید با اونا مذاکرات صورت میگرفت و قسمی که مذاکرات که خود طالبا از دوران 2009-2010 با امریکایی‌ها ملاقات داشتن دیدار میشد تماسا قرار گرفته بود تا ای که در سال 2018 آقای ترامپ او را به صورت رسمی در قطر شروع کرد در مسیر عام به اصطلاح رسانه‌ای شد اگر با مذاکرات با امریکایی ها طالبا حدود 11-12 سال اینا وقت داشتن قسم که خود آقای شاهین میگه سائل شاهین که ما از سال 2009-2010 خصوصا 2011 شروع کرده بودیم باید به خود مسلمان ها به خود فرزندای افغانستان بر از اونا وقت داده میشد حداقل یک سال وقت داده میشد دو سال وقت داده میشد اما این کار نشد یک عبارت عجله و سراسیمگی بود به خاطر از این که نشد که کدام مقاومت بزرگتر ایجاد شوه و اینا شاید یک حمایت پیدا کنن به خاطر از او یکی به خاطر از این که یک نوع نمایش به اصطلاح بر جهان نشان بتن که ما قدرتمند هستیم و شاید تاثیر خواستای رئیس آیسای که اینجا آمده بده کمی بوده باشه به این دلایل با عقشان در حقیقت ظلم شده نباید به این شکل بالای پنجشیری ها ایتر دفتن به این شکل یک نیروی بسیار بزرگ آوردن و قرار شنیدگی در همه جای شایعات یا است یا اتهامات است یا ثبوت است ما از همه جایی که میشنویم تا ایرانی ها انتقاد کردن که تیارای پاکستانی در تعرض بالای پنجشیر رول نقش داشته یا همگیش برای آینده افغانستان خوب نیست به نظر من دلیل ازی شده میتونه که مردم نفرت پیدا کنن مردم در هر جای عقده بگیرن و سبب در آینده برای ثبات افغانستان برای یک پارچگی افغانستان برای اتحاد افغانستان خوب نیست باید حوصله‌مندی صورت میگرفت و به شکل بسیار صلح‌آمیزش این موضوع باید حل میشد حالا چطور میبینین این موضوع حل شده است یا نه؟ خب اتر از پنجشیر خب یک صد دره داره از اون بیشتر و کوه پنجشیر نتونسته همگی تسخیر کنه کوه پنجشیر ای که در شهر پنجشیر قوا داخل میشه یک موضوع در سرکا و در دفاتر و در ولایت و در جایی که مناطق قریجات است در مناطق انوار و اصطلاح یک بخش موضوع است و بخش موضوعی که آدم کوه را تسخیر کرده بتانه و از اونجا ما خوب بیاد ما در سال 1361 همین قسمی القای چندین گروه از قطعات روسیه در اوج کمربندها تشکیل می شد و می رفتن حتی از سازمان جوانان از گروه مدافعی نزب خلق و پرچم از سپاه انقلاب از هم مگیش جوپه جوپه می رفتن در پنجشیر 1361 بود ما بچه خرد بودم در مکتب مای همی قسم آوازه ها مفتید و بالاخره همه موضوع در این ختم شد که در وقت حتی آقای احمد شاه مسعود کسی نمشناخت تنها نامش شنیده بودن یگان نفرها و بعد از او باز پنجشیر نوزم برآمد
ما فکر میکنم هنوز اون وقت است، پیش از اینکه تلفات بسیار زیاد صورت بگیره از دو طرف افغانای ما هستن، خدا اینا را هدایت بده که از راه صلح پیش بیان نه از راه جنگ. من خودم شخصا نظر میسته که در پنجشیر بازنده میشه طالبا، باید هر چه زودتر هنوز هم به صلح تن بتن، از راه مذاکرات پیش بیان و در اوج این جنگ به اصطلاح اوربن یا آتش بس اعلان کنن. حالا فکر میکنین آقای فروزان نیاز به چی است، نیاز به کی است تا به گفته شما همی در گفتگو را باز بکنه؟ این مسئولیت هر افغان است که دسترسی دارن برای حتی کسایی که در فضای مجازی دارن، افغانایی که ارتباطات دارن با پنجشیر، ارتباطات دارن با طالبا، ارتباطات دارن در سطح بلند، ارتباطات دارن و وظیفه هر کدام ما است که بالای اینا صدا کنیم. وظیفه ملل متحد است که در اینجا باید بیایه و کشورهای خارجی مثل پاکستان اینا در امور افغانستان دیگه مداخله نکنن. وظیفه خود افغانای ما است، بزرگای اقوام است، بزرگای سیاسیون ما است که در داخل نظام فعلا تا حد دارن فرصت گفتگو را، مثلا آقای کرزی، مثلا آقای عبدالله، آقای حکمتیار، آقای قسم کشنیده ما، آقای زاخلوال هم تماس های داره با اینا. اینا کسایی هست که باید ایره درک کنه که پنجشیری ها وطن های ماستن و مردم بسیار شریف نجیب پنجشیر در اینجا کشته میشن، به جهت کشته میشن، به خاطر یک جای بسیار بزرگ هم نیست. پنجشیر در اونجا میتونستن در حال خود اونا رو باقی بونن بر یک مدت تا یکی یک راه حل پیدا شوه. فکر میکنین خب اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به گفته شما که موضوع حل شدن نیست، پیامدش چی خواهد بود؟ من فکر میکنم پیامد بسیار خراب داره، به خاطر از این که در حریم پنجشیر در اونجا تجاوز صورت گرفته، در اونجا مردم پنجشیر باید حق هزیره میداشتن که در آرامش در اونجا زندگی میکردن. اونا مسلمان هستن، کدام از کشور خارجی نامدن، امو منطقهشان است، امو جایشان است و از هزاران سال اموجا مردم بومی امو منطقه هستن، از کدام جای دیگر نامده بودن که اینا دعوای یک منطقه دیگر کرده باشن، رفته باشن که گفته باشن که ما شهر کابل هم میگیریم، یا کدام جای را رفته باشن تعرض کرده باشن، به حال خود باید باقی میموندن تا ای که یک مذاکرات از راه صلح‌آمیز نتیجه میداد. هنوز هم وقت است، هنوز هم فرصت است که کار کنن. تلفات زیاد میشه، مردم از این یک برداشت بسیار خراب میگیره، یک جنگ قومی صورت میگیره که عواقب بسیار خطرناک داره. مردم این روز فراموش نمیکنن که بالا از اونا اشهر شده است تمام افغانستان و یک چند قریه و اونا در یک وضع بسیار خراب قرار گرفتن، در محاصره هستند، محاصره اقتصادی، محاصره از طریق مجازی و فضایی و از هر لحاظ. این روز در روز تاریخ افغانستان این روز میمانه و تاثیرات بسیار منفی بر آینده افغانستان داره. ما همیشه در این حالت قرار نمی داشته باشیم که 80,000 مسلح داشته باشیم و باز در سرکا گشته بتانیم. این کار چندین دفعه شده که در افغانستان توسط زور حکومت ها خواستن که امو سلطه خود به اصطلاح استقرار پیدا کنه و حاکمیتشان در دوران حفیظ الله امین این کار شده در پیش چشم ما. اما امروز حفیظ الله امین در کجاست؟ در دوران روسا شده. امروز او در کجاست؟ در دوران خود طالبان در دفعه قبلی شده باز به شکست مواجه شدن. از روی زور کار گرفتن، در وقت که آدم زور می داشته باشه، این تاثیرات بسیار منفی داره، خصوصا که از جای دیگه، از مناطق دیگه کسی بره، این عواقب خوب نداره برای اتحاد قومی، برای افغانستان. آغاز یک جنگ قومی به نظر می خوره برای من. ممنونتان آقای ولی فروزان، آقای مسائل سیاسی از لندن و دوستا ادامه محور. برای نخستین بار خبرنگاران امروز از مرکز پیشین عملیاتی بزرگ CIA در کابل دیدار کردند. طالبان میگویند که تمامی وسایل فنی و نظامی این مرکز از سوی نیروهای آمریکایی تخریب شده است. نیروهای آمریکایی پیش از تخلیه این مرکز تمامی صنعت ها، موترهای هاموی، تانک های زیرهی و جنگ افزارهای پیشرفته را به آتش کشیدند. این مرکز که در ده سبز کابل موقع دارد، گزارش ها می رسانند که نیروهای آمریکایی یک روز پیش از خروجشان از میدان هوایی کابل تمامی وسایل نظامی این مرکز را تخریب کرده است. این مرکز استخباراتی CIA در ده سبز کابل موقع دارد که اکنون در اداره طالبان است. طالبان میگویند که این مرکز به نام ایگل یاد می شود و کارمندان استخباراتی امریکا همراه با نیروهای قطعه 01 در این مرکز حضور داشتند. تا
طالبان میگویند که این موترهای هاموی و دیگر موترهای نظامی که در این مرکز وجود دارند از سوی نظامیان آمریکایی با آتش کشته شدند. دلته هر کوم چې د کار شایده چې پاینده کې استفاده تر کېدلای شي هغه دوی ویجاړ کړای دی. در این مرکز نظامی با طالب روبرو می شویم که 7 روز در اینجا در بند نیروهای امریکایی و قطعه 01 بود. مصعب می گوید که 2 سال پیش از سوی قطعه 01 در ولایت میدان وردک بازداشت شد و به این مرکز انتقال داده شد و چندین روز را در بند آنان سپری کرد. کابل که گرفتار شد و بگران که ورسر اون دلتا تقریبا آتش به زدلتا وسیده لهم. در سخ وحشتون ای کابل. این ذخیره‌گاه های قطعه 01 نیروهای ویژه است. در این ذخیره‌گاه جنگ افزارهای پیشرفته سبک و سنگین ذخیره شده بود. طالبان میگویند که نیروهای آمریکایی و قطعه 01 پیش از ترکشان از این مرکز تمامی وسایل نظامی و سندهای مهم را تخریب و با آتش کشته شدند. کله د زینه تختیدل یا د تخت په حالت کې د وطن پر خودونو دغه ډیر زینه خپل دو انفجار ور کړی موټر سوځولي بلکه ودانه رنگی کردی دی داشتینه طول رنگ کردی دی و دیر تاسف زیده دا او دا خود افغانستان مالو که در شاونو دی باید دا کار نوی کرده طول شینه سوزه بولی دی نمیخواستن که مثلا وسایل نظامی و سلاح چیزا را به دست طالبا بدن دیگر با این خبتر همین خاطر ای کار کردن. مسئولان امنیتی طالبان در این مرکز میگویند که از حراس ماین‌های جاسازی شده تا کنون نتوانستند که از بسیاری از اتاق‌ها و ذخیره‌گاه‌های این مرکز دیدار کنند. پیش از این نیروهای آمریکایی پیش از ترکشان از میدان هوایی کابل تمامی وسایل نظامی و چرخبال‌ها را تخریب کرده بودند. ادامه محور پس از وقفه کوتاه. ادامه محور جان باختن فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت و یکی از خبرنگاران نامدار کشور در پنجشیر با واکنش‌های سیاستگران و نهادهای خبرنگاری افغانستان روبرو شده است. جبهه مقاومت میگوید که آقای دشتی دوشنبه شب در یک حمله هوایی نیروهای پاکستانی جان باخته است، اما طالبان با رد این ادعا میگویند که فهیم دشتی در درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت کشته شده. فهیم دشتی حدود 3 دهه در سمت‌های روزنامه‌نگاری، مشاور رسانه‌ای، عضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، مسئول هفته‌نامه صبح کابل و رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان ایفای وظیفه کرده است. همکارانش میگویند آقای دشتی نسبت به انگیزه که به سیاست داشت، چند پیش کارش را همچون سخنگوی جبهه مقاومت در پنجشیر آغاز کرده بود. آقای دشتی از کسایی بودند که در عرصه کار خبرنگاری و رسانه ها برای دفاع از حقوق خبرنگارا، برای از اینکه قوانین تثبیت شود یا قوانین ساخته شود که مفید باشه برای کار خبرنگاری و برای رسانه ها، دست بالایی داشتند و تلاش های مفید داشتند در عرصه. جبهه مقاومت میگویند که آقای دشتی دوشنبه شب در یک حمله هوایی پاکستان در ولسوالی اونابه پنجشیر جان باخته است، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. فهیم دشتی و یو بل څوکم نوم اخیستل شوی چې دوی دواړه د میانجیګري لپاره لیږلي وو. کله چې هلته میانجیګري ته تللي وو نو نه پوهېږم د قمندان جرأت کسانو دوی ویستلي دي وزلي دي او که د ګولایدر نفر ویستلي، خو خپلمنځي منازعه وه، په جګړه کې نه ده وزل شوی، خپلمنځ کې دوی یو پیښه شوې. مسئولان رسانه ها فهیم دشتی را فرد پرتلاش در راستای آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران میدانند. وژل کېدو باندې طبعا ټول خبریالان خواشینې دي او هیله مو ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې او ناخوالو لمن ټوله شي، دواړه لوري د خبرو له لارې په یو مرکزي حکومت په رامنځته کېدو باندې هوکړه وکړي. جان باختن فهیم دشتی در رسانه های اجتماعی نیز بازتاب گسترده داشته است. رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی، فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح، صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران و ده‌ها کاربر دیگر این رسانه‌ها از دشتی همچون خبرنگار چیره دست و مبارز خستگی ناپذیر یاد کردند. همیشه وقت به عنوان یک خبرنگار اصولگرا در راستای آزادی بیان و رساندن صدای مردم استادگی کرد. آقای دشتی برای خبرنگاران یک آدرس مشخص بود. هرگاه خبرنگاران با چالش های مواجه می شدند به آقای دشتی مراجعه می کردند.
فهیم دشتی در سال 1351 خورشیدی در یک خانواده روشن فکر در قریه دشتک ولسوالی اونابی ولایت پنجشیر دیده به جهان گشود. مکتب را در لیسه عالی استقلال به پایان رسانید و در سال 1370 شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل شد و پس از پایان تحصیلش به کار روزنامه نگاری آغاز کرد. آقای سید فضل سنگچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ با ما وصل هستند تا بیشتر بحث بکنیم. آقای سنگچارکی، بسیار به برنامه خوش آمدید. چقدر شناخت داشتین از آقای دشتی؟ کی بود آقای فهیم دشتی؟ سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان. ما تقریبا در 20 سال اخیر همراه آقای دشتی از نزدیک کار کردیم، آشنا بودم، روابط دوستانه و صمیمانه داشتیم با هم دیگه. زمانی که مدیر مسئول هفتنامه مدیریت مسئولی هفتنامه کابل به عهده داشت، گاهگاهی از ما مقاله میخواست، نوشته میخواست. و پس از آن زمانی که ما به حیث معین وزارت اطلاعات فرهنگ انتخاب شدم، یک روابط کاری بسیار خوب داشتیم که در زمینه تسهیل کار رسانه ها، بهبودی قوانین مربوط به رسانه ها، مقررات، همکاری بسیار نزدیک و صمیمی داشتیم. آقای فهیم دشتی یک روزنامه‌نگاری بسیار ژرف‌بین، دقیق، متعادل، دور از افراط و تفرید، یک آدم ارزشگرا، معتقد، آدمی بود که به کار خود بسیار دلبستگی داشت، به کار روزنامه‌نگاری بسیار دلبستگی داشت و نمیخواست که آدم هیاهوگر باشه. آدمی بود که سرش به کار خودش بود، در حالی که فرصت‌های فراوانی برای پیشرفت او مساعد بود، میتونست موقعیت‌ها و مقام‌های بالایی را به دست بیاره، اما او به لحاظ دلبستگی که به کار روزنامه‌نگاری داشت از تمام اینا صرف نظر کرد. حتی نمیخواست که برای ادامه کار هفتنامه کابل کمک های دولتی را قبول کنه یا کمک های مشروط برخی نهادها را. از این جهت البته میخوایم ویژه بود. بله، میدانیم که از سال 1371 به فعالیت های رسانه ای آغاز کرد. مهمترین نکات، مهمترین فعالیت های آقای دشتی در پیوند به رسانه و خبرنگاری چی بود؟ ببینید، اولا ارائه هفتنامه کابل خودش یک نمونه بسیار خوبی از کار روزنامه‌نگاری بود که روزنامه‌نگاری حرفه‌ای را به نمایش می‌گذاشت. بعد از او وقتی که آقای دشتی وارد فعالیت‌های رسانه‌ای به صورت عام‌تر شد در قالب نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری، در تمام تصمیم‌گیری ها، برنامه‌ریزی ها، مقرره ها، قوانین، آموزش ژورنالیستان و حل مشکلات رسانه‌ای نقش بسیار فعال و کوشا داشت آقای دشتی. ما به یاد میاد که در تمام نشست ها و جلساتی که ما به خاطر بهبود کار رسانه داشتیم، حضور فعال و جدی و با پشتکار آقای دشتی واقعا که قابل تعجب بود، در حالی که کدام سودی مادی برش نداشت، اما به لحاظ علاقه که داشت همیشه کوشش میکرد. شما ببینید که در دوران اخیر آقای دشتی در تهیه و تدوین در واقع او مقرره که امنیت خبرنگارا را تامین میکرد، در بخشودن جرایم مالیاتی رسانه ها و در زمین های مختلف خیلی فعال بود و همچنین کوشش میکرد که ژورنالیست های موفق و مسلکی تقدیر شوند، مورد ستایش قرار بگیرند. یک فعال خیلی جدی در تمام زمینه ها بود و کارش برای رسانه ها و ژورنالیست ها یک کار واقعا ماندگار است. از مهمترین آمال و آرزوهای در پیوند به کار رسانه ای در افغانستان و کار خبرنگاری در افغانستان بگوین، چی آرزو داشت، چی میخواست؟ ببینید، آقای دشتی قسمی که پیشتر اشاره کردم یک آدمی بود که خیلی یک فکر متعادل داشت و علاقه داشت که کار رسانه ها هم متعادل باشه، از افراط و تفریط پرهیز شود. از این جهت معتقد بود که باید برنامه های آموزشی به صورت وسیع و گسترده ادامه پیدا کنه، ژورنالیست های جوان با کار مسلکی روزنامه‌نگاری، با مهارت های روزنامه‌نگاری آشنا شوند، چه در سمت مجریگری، چه در سمت نوشتاری، تهیه رپورتاج ها و در تمام زمینه ها بسیار علاقه داشت که برنامه آموزشی جدی فراهم شود
که ژورنالیست ها آموزش میبینن و در تهیه گزارش ها و اخبار خود به منابع اصلی و دقیق باید اینا توجه کنن، دور شون از شایعات و حدس و گمان و برداشت های شخصی و سلیقوی، بلکه بسیار مستند و دقیق باشند. این عرصه ها خیلی تاکید میگشت و همچنین در نهادهای تصمیم‌گیری کوشش داشت که ژورنالیست ها و مسئولین رسانه ها سهم بگیرند، حضور داشته باشند، نقش بازی کنند. واقعا در تمام عرصه ها آقای دشتی خیلی فعال و جدی و کوشا بود و آرزوهایی داشت که ما صحبت میکردیم، حتی تصمیم داشتیم که یک مرکزی، یک خانه رسانه جور کنیم، خانه رسانه که در واقع رسانه ها ژورنالیست ها با هم گفتگو داشته باشند، تبادل نظر کنند، کارهای خود نقد کنند، کاسی های خود بگیرند، کارهای خود تقویت کنند. آرزو داشت یک چنین مرکزی را در قالب نیادهای صنفی روزنامه‌نگاری و همراه با وزارت اطلاعات فرهنگ ایجاد کنه که متاسفانه حوادث اجازه نداد. با این همه فعالیت هایی که شما از آقای دشتی یاد کردین، فکر میکنین نبود آقای دشتی و نبود چهره های مثل آقای دشتی در رسانه های افغانستان، در کار خبرنگاری در افغانستان چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره؟ طبعا فقدان آقای دشتی یک ضایعه است، یک خلای پرناشدنی است. با توجه به تحولاتی که متاسفانه اخیرا در کشور رخ داده، وقتی که هر صدای خاموش میشه، مخصوصا صدای قوی و تاثیرگذار، این تاثیرات خاص خود بالای رسانه ها و کار ژورنالیست ها داره. ما امیدوار هستیم که ژورنالیست های جوان ما، مسئولین نهادهای صنفی روزنامه نگاری کوشش کنند با همبستگی، با کار و تلاش بیشتر جای خالی آقای دشتی و نبودشان را پر کنند. در پیوند به رسانه افغانستان، کار رسانه ای و خبرنگاری در افغانستان را در این روزها حداقل چطور ارزیابی میکنین؟ بله، خوشبختانه رسانه های تاثیرگذار و مهم در افغانستان مانند رسانه شما و تعداد دیگری از رسانه ها علارغم مشکلاتی که به وجود آمده به کار خود ادامه دادند و به مو شیوه حرفه‌ای و مسلکی کار خود ادامه میتن که توازن و تعادل در کار بازتاب و انعکاس گزارش ها و اخبار رعایت میکنند. امیدوار هستم که همین فضا حفظ شود و تا پایان این رسانه ها بتانند با بی‌طرفی و با استقلال کار مسلکی خود ادامه بدن و زیر تاثیر فشارها، تهدیدها، موانع و مشکلاتی که احیانا اگر به وجود بیاید قرار نگیرند و فضا برایشان مساعد باشد، زمینه و فرصت ها برایشان مساعد باشد که به بازتاب و انعکاس واقعیت های درون جامعه، تحولات رویدادها، تنویر افکار عامه، آگاهی بخشی، برنامه های سرگرمی و آموزشی برای مردم ادامه بتن میشه. همین فضا را چطور میشه تقویت کرد؟ با همبستگی، با تبادل نظر، با در واقع رایزنی با کسانی که مسئول هستند در حکومت و در دولت و همچنین همبستگی درونی و ژرف نهادهای رسانه‌ای، نهادهای صنفی، روزنامه‌نگاران و اتحادیه‌های ژورنالیستی، اینا میتونن که باید با هم نزدیک باشن، از نزدیک با هم کار کنند، یک وحدت و همبستگی داشته باشن، یک صدای واحد شون روی امو اصول اساسی کارشون. از این جهت امیدواری است که این کار تداوم پیدا کنه. آقای سعید فضل سنگچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، تشکر از شما که روی خط اسکایپ با ما بودید و دوستا ادامه محور. شما را زنان و دختران در یک گردهمایی در مزار شریف از طالبان میخواهند که آنان را در حکومت آینده سهم دهند. این زنان که در برابر ساختمان ولایت بلخ گرد آمده بودند میگویند که میخواهند تا حقوقشان در آینده رعایت شود. در این حال طالبان میگویند که زنان میتوانند در چارچوب قوانین اسلامی در حکومت آینده نقش داشته باشند. این زنان از زیارتگاه حضرت علی تا ساختمان ولایت بلخ حدود 1 کیلومتر راه پیمایی کردند و خواهان حفظ دستاوردهای 20 ساله و مشارکت گسترده زنان در حکومت آینده هستند. زنان که نیمه بدنه از جامعه هستند که در افغانستان بیشترین نفوذ تشکیل میتن، اینا حضور نداشته باشند، اقلیت های مذهبی حضور نداشته باشه، اقلیت های قومی و زبانی حضور نداشته باشه و زنان حضور نداشته باشه، چگونه میشوه از او به عنوان حکومت همه شمول یاد کرد؟
بیشتر شرکت کنندگان این گرده همایی کسانی هستند که در حکومت پیشین در نهادهای گوناگون از جمله معارف کار کردند و اکنون خواهان ادامه کارهایشان هستند. فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی برابر برای زنان و مردان از جانب حکومت آینده. دو، آزادی در کار و حق انتخاب شغل برای زنان و فراهم کردن زمینه های کاری امن و برابر برای زنان و مردان و حق دست مزد برابر. در این میان طالبان میگویند که زنان در حکومت آینده نقش خواهند داشت. حکومت امارت اسلامی، نظام امارت اسلامی آماده به این است که به همه افغان ها، مرد و زن، در چوکات اسلام، در چوکات افغانیت و ملیت و انسانیت به هر حق انسانی و بشری از اینها پاسخگوی مثبت است. انشالله از صبر و حوصله کار بگیرند، در حکومت آینده در بخش ادارات بودن، در هر کاری که بودن در چوکات اصول امارت اسلامی آماده است که برای اینها زمینه کار، زمینه خدمت در حکومت به ملت آماده بسازند. پیش از این نیز زنان در ولایت های کابل، هرات و نمروز با گرد همایه های اعتراض آمیز خواهان مشارکت زنان در حکومت آینده شد. شمار از کارمندان دولتی گفتند که نزدیک به دو ماه می شود که معاشاتشان را دریافت نکردند و این کار آنان را با چالش های فراوان اقتصادی روبرو ساخته. برخی از آنان می گویند که این وضعیت آنان را مجبور ساخته که به کارهای روزمزد رو آورند. در این حال زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان اطمینان می دهد که هر چه زودتر معاشات کارمندان دولتی پرداخته خواهد شد. جان آقا کارمند وزارت حج و اوقاف است. او نزدیک به 3 ماه می شود که حقوق معاناش را دریافت نکرده است. یک زمینه کار برای مردم مسایل شد که کار کنند. کسایی که کارمند دولت است فقط بتر بیشانه. معاش مردم حواله کنند که مردم معاش بگیره. پرداخت نشدن تنخواه کارمندان دولتی نه تنها سبب چالش های اقتصادی برای آنان شده است، بل کاروبار دکانداران را نیز کمرنگ ساخته است. مامورین دولت بسیار تاثیرات داره سر کاروبار روزمره ما. مامورین دولتی کلش معاش میگرفتن، میامدن خریداری هر چیز میکردن. تعداد خریدارا بسیار کم شده. یک وقت بود که مشتری ها بسیار زیاد میامدن، سوداگری بسیار زیاد بود، خوب بود، روزگار میچلید. فعلا از مردم افغانستان بسیار وضع اقتصاد بسیار ضعیف است. در این میان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که به زودترین فرصت حقوق کارمندان دولتی را پرداخت خواهند کرد. ماشونه این چلا ادا کیږي ټول ماشونه بعد از چې موږ باید د تصبر وکړو نظام جوړ شي او د ټول حکومتي مامورینو معاشات باید ادا شي. هغه دایند په حکومت باندې د دې لپاره بل لارې چارې وي. او یو شی بل وایو چې موږ اوس جګړیز مصرف نه لرو، جګړه باندې ډېر لوی مصرف کېده. از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان بیشتر نهادهای دولتی مسدود هستند و از همین رو کارمندان دولتی تنخواه نگرفتند. پارک شهر نو به عنوان پارک مرکزی شهر کابل از چند هفته به این طرف به اردوگاه بیجا شدگان تبدیل شده است. این بیجا شدگان چه از نگاه سرپناه و چه از نگاه غذا در وضعیت بد قرار دارند. این بیجا شدگان می گویند که اکنون می خواهند به خانه هایشان برگردند، اما نبود امکانات آنان را از این کار عاجز ساخته است. پارک شهر نو کابل، محل تفریحی در مرکز شهر، کوکنون به اردوگاه بیجا شدگان مبدل شده است. این خانم بیشتر از 20 روز است که از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به اینجا آواره شده است. پروان ولایت نغلیم د نجراب نه کور می وران سوای ده بمبار پی سوای شیدان می ور کړی دي، زخمیان می مړ سوی دي. نور د خدا د رحمت چین دی را پاتې دی د پاره نه ما سره دولت کومک وکي. ظاهرا حوزه زندگی در این اردوگاه بسیار دشوار است. بسیاری از بیجا شدگان می گویند که هرچند کنون می خواهند دوباره به ولایت هایشان برگردند، اما به علت نبود امکانات از این کار عاجز ماندند. بسیار یک زندگی فلاکت بار، تمام مردم پریشان، اشتکا، خورد، کلان، مریض، سر خاک، خیمه، گرم، از طرف شب سرد، هیچ چیزی مهیا نیست. همه کیروی ما نداشت داشتیم، بالاخره یک مخرج غذای خوراکه داشتیم، اینجا احتیاج نیست که بشینده اینجا. نداریم، اگر نداریم که مجبوریم بشینیم. از سوی دیگر شماری از این بیجا شدگان از آنچه که کم توجهی نهادهای جهانی برای رسیدگی به مهاجران و بیجا شدگان میگویند انتقاد دارند. توالی را هیچ کدام کمکی، کدام امکاناتی برای مردم نشده.
همه چیزی که داشتیم عجیب خرد عجیب خود من مصرف کردیم و خرج کردیم و کلام مسلمان هست کلامی کمکی هم رسید و هم با ما مردم رسیه کنه پنیسا سه ما میشه که ما از خونه آورستیم یه چیزی خدا دم زیر خیمه نبینیم دیگه مردم کابل سر ما وجود آورده که دیجا چیزی که میدم مردم نمیرسه. در حال حاضر احصایه دقیق بیجا شدگان جنگ های اخیر در سطح کشور وجود ندارد، اما پیش از این دفتر سازمان ملل متحد در کابل شمار مجموعی بیجا شدگان را در سال روان در کشور 400 هزار تن اعلام کرده بود. این سازمان از افزایش شمار مهاجران از افغانستان در ماهای پیش رو نیز هشدار داده است. بر برخ از دیوارهای شهر کابل شعارهای تازه، جاگزین نقاشی و شعارهای پیشین شدند. طالبان میگویند که از بر گرفتن آمادگی ها برای اعلام حکومت تازه شهر را با شعارهای تازه مزین می سازند. مقام های طالبان میگویند که برای شرکت در مراسم اعلام حکومت تازه از مهمانان خارجی نیز دعوت کردند. با برخ از جاده ها و چهارراه های شهر کابل سر زدیم. پیش از این روی دیوارهای کنار جاده ها و چهارراه ها تصاویر شخصیت های پیشین و شعارهای گوناگون دیده می شدند. اما اکنون در این روزها شعارهای تازه برای این دیوارها دیده می شوند. کمیسیون فرهنگی طالبان می گوید که برای آمادگی اعلام حکومت تازه شعارهای تازه را بر روی دیوارهای شهر کابل جاگزین می سازند. د دې امادګۍ د پاره په ښار کې هم ځینې لوحې نصب کیږي او خاص شعارونه او ویناوي او ولسته د ډار د پاره او همدغه سي د ښار خلکو ته د اطمینان په خاطر او په دې خاطر باندې چې د ښار خلک را بیدار سي او د خپل ښار د صفایي د پاره هغه ته یو ذهنیت سازي وسی دغه لوحې نصب کیږي. به گفته طالبان در مراسم اعلام حکومت تازه از مهمانان خارجی نیز دعوت شده است تا در این مراسم شرکت کنند. بدی که په داخل کې او له هیواد څخه د باندې میلمانه راځي د ځینو مهمو هیوادونو ډیپلوماتان او د هغوی چارواکي به په دې مراسمو کې شرکت کوي. اما برخی از باشندگان شهر کابل در این باره دیدگاه دیگری دارند. دکه هغه ډاکټر پرون هم قهرمان و او نن هم قهرمان ده. هغه ملي بیرغ چې د موږ ته د تاریخونه پاته ده پرون هم آقا بیرق و نن هم آقا بیرق ده. یعنی په دغه ارتباط باید دورونه توجه وکړي. د قهرمانانو عکسونه دا کوم څه شهیدان سوي دي دا عکسونه باید ښار کې پاتې سي، ځکه چې دا خلک همیشه ژوندي پاتې کیږي خلکو زړونو کې. چې کله د عکس ته ګوري او ښار کې تیریږي دوی عکسونه ګوري نو حتماً یو د دوی هغه شخصیت په باره کې پیږي او یاد نه اوسي د انسانانو خواه. این انتقادها در حال ابراز می شوند که پیش از این در دیوارها و چهارراه های شهر کابل تصاویر شخصیت های ملی، پرچم ملی، تصاویر روز آزادی کشور و شعارهای گوناگون نوشته و یا هم نقاشی شده بودند که اکنون پاککاری این شعارها به سرعت ادامه دارد. وزارت تحصیلات عالی گفته که بر بنیاد طرح تازه درس‌ها در دانشگاه‌های خصوصی آغاز شده، اما صنف‌های دختران و پسران جداگانه خواهد بود. سرپرست این وزارت تاکید می‌ورزد که صنف‌های دختران از سوی استادان زن تدریس خواهد شد. با این همه برخی از مسئولان دانشگاه‌های خصوصی از آمادگی‌ها برای عملی ساختن این طرح خبر می‌دهند، اما از حضور کمرنگ دانشجویان در دانشگاه‌ها نگران هستند. دانشجویی که پس از مدتی دوباره برای آموختن آمده است. قدسی احمدی 23 ساله دانشجوی طب در یکی از دانشگاه‌های خصوصی کابل است. او تنها دختری است که در این صنف حضور دارد. چون طبقه اوناسا گفتند که ما در دولت در حکومت خود یعنی سهم بیشتر نمیتیم. اما ترس و اعراضشان باعث میشه که میگه اگر درس ما بخونیم شاید فردا ما را باز اجازه نتن. اما شخصا خودم به بسیاری از دخترها به تماس شدم، برشان روحیه دادم، گفتم اگر ما خود ما پایمال کنیم، به خود تلقین کنیم، به این معناست که اونا بیشتر سر ما حاکم میشن. سرپرست وزارت تحصیلات عالی به طول نیوز میگوید که ادامه درس ها در صنف های مشترک دختران و پسران برای آنان پذیرفتنی نیست. بعضی پونتون دا امکانات لري چې جدا تعمیر ولري، نو البته په جدا تعمیر کې د خزینه محصلانو ته درس تاور کړل شي. بعضی پونتونونه بیا دا امکانات نه لري، یو تعمیر لري، نو په هغه یو تعمیر کې بیا دا صورت هم جوړېدای شي چې وخت بدل شي.
در همین حال برخی از مسئولان دانشگاه‌های خصوصی از گرفتن آمادگی‌ها برای اجرای ساختن طرح تازه وزارت تحصیلات عالی خبر می‌دهند. از 2000 محصل 20 محصل هم اشتراک نکرده بود. ما با نماینده محصلین با تماس شدیم، گفتن ما امره محصلین که وقتی که امره صنف خود با تماس شدیم، گفتن به خاطر عدم امنیت ما نتونستیم حضور ببینیم و درس های خود. بس امروز ما آمدیم ببینیم که محصلین چقدر حضور پیدا میکنن و از درس ها فعلا شروع نشده هنوز، ببینیم بعد از چی میشه. دانشگاه های خصوصی در حال فعالیت هایشان را آغاز کردند که درس ها در دانشگاه های دولتی هنوز آغاز نشده است. اما وزارت تحصیلات عالی میگوید که پس از جداسازی صنف های پسران و دختران، فعالیت این دانشگاه ها نیز آغاز خواهد شد. یک سونای مجهز در گستره 3 جریب زمین در ولایت ننگرهار گشایش یافت. مقام های محلی ننگرهار میگویند که این سونا در شهر جلال آباد ساخته شده است. از سوی هم باشندگان ولایت ننگرهار از تاجران کشور میخواهند که سرمایه گذاری هایشان را در این ولایت بیشتر سازند. برای نخستین بار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک سونا بر گستره 3 جریب زمین از سوی یک بازرگان با هزینه 600 هزار دلار ساخته شده است. کافی امید لرو او د ځوانانو څخه او د پنګونو ولا څخه تقاضا ده چې موزه افغانستان که د افغانستان تاسو وزي نو د افغانستان تاسو چاته پریده څوک به جوړي که زه پنګونه کما تاسو ونه کې نو دلته خو بل څوک نه راځي بل هیواد نه خو څوک دلته پنګونه نه کوي. باشندگان ننګرهار از دیگر بازرگانان میخواهند تا در جلال آباد سرمایه گذاری کنند. ټول خلک د مشکل سره مخامخ دي، وړو تهران دي، بوري تهران دي، چه تهران دي، وروره مشکلات د دنیا زغ زیات ده. نن لسم ورځ دی بس موږ کلا دلته راځو چاو دي کاروبار نشته هغه نشته دورځداري ده بس هر څه ګران دي زموږ وس نه کېږي به کرای کور کې اوسېږي بس دغه 12 ورځ دی زموږ ماشومان د وګنه بس هغه دی. مقام های محلی ننگرهار به بازرگانان اطمینان می دهند که امنیتشان را تأمین می کنند و از آنان می خواهند که به کارهایشان ادامه بدهند. شمار از فعالان مدنی زن در شهر کابل از آنچه مداخله های پاکستان در امور افغانستان می دانند دست به اعتراض زدند. آنان می گویند که حضور ISI در کابل، البته رئیسش، و بمباردمان پنجشیر از سوی پهپادهای پاکستان استقلالیت طالبان را زیر پرسش برده است. برخی از بانوان با گرد آمدن در شهر نو کابل از جنگ های اخیر در پنجشیر انتقاد کردند. آنان ادعا داشتند که در نبرد یکشنبه شب در ولایت پنجشیر زنان و کودکان نیز کشته شدند. در بمباران پنجشیر تنها نظامیان پنجشیر نیستند که بشارت میرسند. آنجا زنان و کودکان بیگناه نیز قربانی میشوند. پاکستان با چه صلاحیت آمده بر کشور ما مداخله میکنه؟ چرا مذاکرات یا طولانی تر نکردند؟ چرا زیادتر امرای او طرف جنایی که در پاکستان هستن جبهه مقاومت زیادتر حرف نزدن، زیادتر صحبت نکردن؟ جنگ رای حل نیست. از سوی حمزه‌بیه الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در یک نشست خبری تاکید کرد که به غیر نظامیان در ولایت پنجشیر هیچ آسیبی نرسیده است. در تمام تسخیر و فتح پنجشیر ما هیچ تلفات ملکی نداشتیم، هیچ خسارایی به مردم ملکی نرسیده. البته 3 روز میشه یا 4 روز که تلفن ها قطع بود و 3-4 روز شده که مواد غذایی هم در اوجا نرفت. این اعتراض کنندگان با اشاره به سفر فیض حمید رئیس ISI به کابل بر ضد پاکستان نیز شعار دادند و اسلام آباد را به مداخله در امور افغانستان متهم کردند. با این ترتیب رسیدیم به پایان محور. تا درود دیگر به درود. شبتان خوش. خدا نگهدار.